بابا جناب فرجام، چه عجب شد که یاد ما کردین. سر به سرم نذاری رش خان. اختیار دارین. گفتم شاید با توجه به علاقه که آقازاده به من دارن ارتباط با بنده رو ممنوع کردن. قربان گذشت اون موقعی که پدرها به پسرها هم رو نهی میکردن. این روزا همه چیز برعکس شده. حالا تو هم ما رو زخمی گیر آوردی ای نمک بفروش. چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ تشکر، ملالی نیست جز دوری شما و البته چند گره کوچیک که منتظر دست گره گشای شماست. اوضاع شما چطوره؟ خوب نیست ایرج، باید ببینمت. کی وقت داری؟ امروز؟ چیه؟ سرت انقدر شلوغ شده که بعد از یک ماه پیش وقت گرفت؟ سرم که شلوغ هست جناب فرجام، ولی نه برای شما، چون شما یه چشم در خدمتتون هستم همین امروز. بسیار خوب میبینمت. باعث افتخاره. روز بخیر. الو. سلام عاطف جان. سلام بابا، خوبین؟ بابا شما کی میرسی خونه؟ من باید برم چند جا کار دارم. من فکرم نیم ساعت دیگه راه بیفتم. تو هنوز بیمارستانی؟ مگه شیفتت یک ساعت پیش تمام نشده بود؟ چرا؟ کارم نیم ساعت سر و پیش تموم شده بود، ولی این نوه دوستتون خانم مرزبان اومده بود مادر بزرگش رو ببینه. دختر جان به تو چه؟ تو یک ساعت کار تموم شده اونجا چه میکنی؟ ما هر کاری وجدانمون حکم میکرد انجام دادیم. من رسونمش بیمارستان، تو سفارشش کردی، محمد براش پول گذاشته، دیگه بقیهش به ما ربطی نداره. با این حال مادرت. مامان؟ اگه مامان طوری شده؟ نه کلی گفتم. بابا تو رو خدا راستشو بهم بگی، صداتون یه جوریه. مامان طوری شده؟ دیشب که رسیدم خونه رفته بود سر اجاق گاز، دستشو یه مختصری سوزونده. دیشب؟ مگه شما شب رسیدی؟ تو رو خدا تو دیگه دعوام نکن، از دیشب دلم خونه. خب چرا همون موقع بهم نگفتین؟ نخواستم به همت بریزم، چیز مهمی نیست، من خودم پانسمانش کردم. باشه، الان را میفتم. آرام رانندگی کن، حالش خوبه. راستی حال خانم مرزبان چطور؟ بهتره. خدا حافظ. سلام محمد، تو میدونستی دست مامان سوخته؟ سلام، رسیدی خونه؟ نه دارم میرم. تو بهم هیچی نگفتی. من دیشب دیر وقت رسیدم خونه، دیدم دست مامان پانسمان شده. عاطف بابا خیلی حالش بد، تا حالا اینجوری ندیده بودمش. راستش انقدر جا خوردم که قضیه دست مامان یادم رفت. نمیدونم این روزا چش شده. منم تو همین مونده. ولی مامان حالش خوب بود، نگرانش نباش. حالا خودم میرم خونه پانسمانشو عوض میکنم. از این پسره پولاد چه خبر؟ ماشین دودی؟ تازه اومده دیدن مادر بزرگش. الان دقیقا نمیدونم کجاست، احتمالا رفته بیرون دودکشش رو دوباره روشن کنه. خوب اسمی روش گذاشتی. دیگه ببین محمد، بام کار داشتی. زنگ بزن رو تلفن خونه، گوشیمو خاموش میکنه. چی شده؟ دوباره این مردک شماره تو پیدا کرده؟ آره، ولی مهم نیست، دوباره عوضش میکنم. فعلا خدافظ. ببخشید. خب چه خبر؟ میدونی که این روزا برای تو خیلی خوشخبر نیستم. ببین من پیگیر ماجرای آگهی هستم، اما به روزنامه زنگ زدم، با بابام هم حرف زدم، خودش باید کنسل کنه تا برسه حلش میکنم. مسئله ای نیست محمد، کارگرها خیلی تحت فشارن، کم کم داره صداشون در میاد. خب میام پایین باهاشون حرف میزنم، فکر کنم لااقل بتونم موقتی آرومشون کنم. یه مسئله دیگه هم هست، یاوری میگفت داریم با کمبود مواد اولیه روبرو میشیم. خب خدا رو شد، این که مشکل تازه ای نیست، این دفعه یه ذره جدی‌تره. ذخیره‌مون داره صفر میشه محمد، گفتم به زودتر خبر داده باشم که بدون. فکر میکنی با این شرایط چند ما بتونیم دووم بیاریم؟ اوضاعمون خیلی خرابتر از این حرف هست. بحث ماه نیست، دارم در مورد هفته با حرف میزنم. فعلا اینو بده به یاوری،
ببین میتونه به یه ما بکشونه تا یه گلی به سرمون بگیره. باشه. ممنون. امیدوارم که این قضیه رو بتونه حلش کنه. فقط اگه فکر کردی کاری از دستم برمیاد، حتما. خانم دکتر؟ نه خسته نباشی، من دارم میرم خونه. تو کاری نداری؟ نه ممنون خانم دکتر. کاری پیش اومد زنگ بزن من خونم. من رفتی سی سی و به خانم مرزبانم یه سر بزن. چشم حتما. خدافظ. خدافظ. بله. خانم دکتر عاطفه. فرجام. چی؟ اسمم فرجامه خانم دکتر فرجام. ولی محمد گفت شما؟ محمد برادرمه، خیلی فرق میکنه. ما اینجا عادت نداریم همدیگر به اسم کوچیک صدا کنیم. معذرت میخوام، متاسفم خانم دکتر. گفتی اسم چی بود؟ فرجام آقای مرزبان. حالا هر چی، یه سوال داشتم. ببخشید من متاسفانه دیرم شده. میتونین از پزشک شیفتش سوال کنین یا از یکی یه از دقیقه پرستار... فقط یه دقیقه. من امروز میخوام بلیط بگیرم برای مادر بزرگم، میخوام برگردونمش پاریس. تو این شرایط شما حالتون خوبه؟ بله ممنون. چطور؟ به نظر نمیاد خوب باشه. اگه یه آدم آمین حرف رو زده بود زیاد تعجب نمی کردم. شما که ماشاءالله تحصیل کرده این، باید بدونین تو شرط ایشون پرواز یعنی چی. من اینجا هیچ کس رو نمیشناسم، فارسی هم نمیتونم بخونم، امکانات بیمارستان اینجا هم که. آقا ببخشید مشکلتون اینه؟ فکر کردین اینجا وسط بیابون گیر افتادین؟ نه خیر آقای محترم، ما تو غار زندگی نمی کنیم، با شطور هم این ور اون ور نمیریم، آب و برق و گاز هم داریم، بهترین متخصصا هم داریم. شما راجع به مملکت چی فکر می کنی؟ خانم دکتر عاطفه شما چقدر بد اخلاقی، میخوام ببرمش اونجا شاید اونا فقط بتون... خدا آقای مرزبان، فقط خدا میتونه کمکش کنه. وضعیت خوبی نداره، باید ببرمش. نمیشه. آخه چرا؟ چون من نمیذارم، چون اون خودش اراده کرده برگرده و روزای باقی مونده عمرش رو اینجا بگذرونه، چون خواسته بیمار برای من از همه چیز مهمتره. در ضمن من تا زندم نمیذارم اطرافیان یه مریض چون اون ضعیفه با امکان مخالفت نداره براش تعیین تکلیف کنن و باش مثل یه تیکه گوشت رفتار کنن. برای شروع پوتاژ آرتیشو رو بهتون پیشنهاد میکنم. آرتیشوی تازه رو هر هفته یه مهماندار مخصوص ما میده. خوردوبر اسفناج و سس سیرمون هم خیلی معروفه. اسفناج پر از آهنه، سیر هم برای چربی خون شما خیلی عالیه. برای غذای اصلی اگه هنوز اهل گوشت قرمز باشید، فونده بورگینیوم رو بهتون پیشنهاد میکنم. با راسته گوساله درستش میکنید. اگر نه شاتوبریان با سس جگر و قارچ هم خیلی طرفدار داره. ولی اگه اهل غذاهای سالم و رژیمی باشید، تایدیش ما رو حتما امتحان. ترکیباتش میگو، سبزیجات تف داده زنده که ارزش غذاییشون حفظ شده، سس سویا و پوره کاری سبز. البته غذاهای ایتالیاییمون هم تو تهران نامبروانه. آشپزمون همونجا دوره دیده. خمیر پاستا رو خودش با آرد گندم کامل درست میکنه که سرشار از کربوهیدراته و البته برایش چی شد؟ حوصله‌تونو سر بردم؟ برای خوردن نهار اینجا نیومد. بعد این همه مدت به اهل خرابات سر زدیم. نمیخواین غذای ما رو امتحان کنیم؟ برای خوردن همیشه وقت هست. برای حرف زدن هم تمام امروز من در اختیار شماست. و اما دسر، پیشنهاد شخصی من سوفله وانیله، ولی اگه هنوز اهل میوه باشید، آناناس با کرم پاتیسیر رو بهتون پیشنهاد میکنم. بالاخره کدومش؟ حالا که اصرار میکنیم فقط چه؟ مثل اینکه وضعیت هم رو داره هست. آب باریکه ای هست، ناراضی نیستیم. شما چطور وضعی کارخونه رو برا نشد؟ نه راستش برای همین اومد، میترسم از چنگم در بره ایرج. دیگه توان سر و کله زدن با کارگرا و وزارت کار و حوصله بلند پروازی های محمد تو این وضع اقتصادی ندارم. پس میخوایی ردش کنم؟ نمیدونم، از یه طرف دلم نمیاد، محمد برای اونجا خیلی زحمت کشید،
از طرف دیگه دلم میخواد بیفته دست اهلش، یه کسی که دل بسوزونه، یه آدم خودی. من اون آدمو میشناسم. خوشمزگی نکن، یه بار قبلا حرفشو زدیم. هنوز مردش هستی؟ همیشه بودم. ما برای اثبات ارادتمون با هم کلی حساب کتاب داشتیم، یادتون که نرفتیم. هیچ وقت یادم نمیره. ولی تو که نمیخوای این بار حساب گذشته رو صاف کنی. حرفش هم نزنید. ما با هم قول و قرارایی داشتیم. راست خریداری؟ تا شما چی بفروشی؟ و چند؟ بهت میگم. از خانم دکتر چه خبر؟ باهاش حرف زدم. خب؟ به گمانم داره نرم میشه. اوائل حاضر نبود حرفشم پیش بکشم، ولی پس امیدوار باشم. نازی رفت. تو چیزی رو که بخوای به دست میاری. خوشحالم که منو میشناسی. رو کمکت حساب میکنم، منتظر قیمتم. گفتم بیا اینجا که با هم امتحانش کنیم. همین. واقعا تو میدین چقدر کار سرم ریخته؟ چقدر؟ اونقدر که نمیتونم برای مزه کردن پاستا بمونم. برم حالا. اگه بگم یه کار کوچیک دیگه هم دارم باز میگی؟ بستگی داره که کار کوچیک چی باشه. بمونم؟ یه چیز دیگه هم هست که باید امتحانش کنی. میمونی؟ نمیدونم، تو بگو. بمونم؟ من نمیدونم، میمونی یا میری؟ خیلی خوب. باشه، فقط بودو بگو زود بیارن که باید زود برگردم. کس میمونه دیگه؟ وای آره، فقط تو رو خدا بیجو، عجله دارم. مطمئنی؟ نه، آره نمیدونم. خب نمیریم. نمیدونم تو رو گیجم میکنی. پس غافلگیر شدی. معلومه. این تازه اولشه. این دیگه چیه؟ سالگردمون مبارک عاطفه. خیلی خوشحالم. باور کن. دلم میخواد بدونی که زندگیم بدون تو معنا. مامانتی خوشگل خودمه، الان خوب میشی. اینو بگیر. سلام خانم دکتر، دیدم گوشی همراهتون خاموشه، حد زدم خونه باشید. سلام. خوبی عاطفه؟ فکر نمیکنم قرار باشه همدیگه رو به اسم کوچیک صدا کنیم. خانم دکتر میدونین امروز چه روزیه؟ نه نمیدونم، اصلا برام جالب نیست. ولی برای من جالبه، چون در واقع امروز مهمترین روز زندگی منه. ببین من الان میدونم، یه لحظه. امروز سالگرد ازدواجمون بود عاطفه، واقعا یادت نبود؟ چرا این کارو میکنی؟ چه میخوای ثابت کنی؟ واقعا نمیدونم. چرا میدونم؟ ولی دیگه باور نمی کنم. نمیتونم باور کنم. ما باید با هم حرف بزنیم عاطفه. حرف حرف حرفای تکراری. من چطوری به تو ثابت کنم؟ چیو؟ که من مهمترین چیزیم که تو زندگیت وجود داره، که نمیتونی حتی یه لحظه از خاطرات خوش گذشتمونو فراموش کنی، که میتونی حاضری برام هر کاری انجام بدی. این حرفا دیگه برات مهم نیست؟ نه، ولی باور کن عاطفه، همش واقعی، همش. میدونم. میدونی
آره میدونم همش واقعیت، ولی حقیقت نه. حقیقت اینه که بین من و تو همه چیز تموم شده. ببین من خستم، خستم از محبتی که آسایشم و عقایدم و کارم و وجودم و ازم میگیره. خستم از محبتی که به جای امید و انگیزه من از خودم بیزار کنه. دیگه هیچی بین ما وجود نداره، هیچی. و ازدواجی نه سالگرد ازدواجی. خداحافظ آقای ایرج اشراق. الهی بمیرم دخترم، قصه خوردی؟ سلام. مگه نگفتم هر وقت بابا اومد منو خبر کنیم؟ ببخشین، گفته بودن که هیچ تلفنی رو بس نکنم تو خودشون بگن. من فکرم که شما لطفا دیگه فکر نکنیم. بابا جان، بابایی گرده ندن چی شده؟ بابای قرصاتون کجاست؟ بابایی بابا شلوغش نکن، برو زنگ بزن اورژانس. بابا قلبتونه؟ چیزتون نباشه بابا. میخواد زنگ بزنم خانم دکتر فرجام. خانم دکتر فرجام چه؟ برو بزن اورژانس. قرصاتون کو؟ قرصاتون چه شو؟ بابا چیزتون نبود که شما شما هدفون کوفتی از سرتون برداری میفرین اینجا چه اتفاقی میفته؟ الو آقا فرجام نیست که آقا جان بابا بابای پشین چیزتون نیست. بابای سرتون رو بگیریم بالا، دهنتون باز کنی. آقا نظری بگی زیر سرشو. بابای دهنتون باز کنی. بابای چی شد آخه؟ بابای یکی بیاد کمک. چرا اینجا واسدی برو زنگ بزن اونجا. آقای صالحی، آقا چرا مادی زود باشیم بیاد. بستری نکنم، من امروز دوتا قرار مهم دارم، چیزی من نیست. حالا تو اورژانس معنی میشه، این ماینه که ضرر نداره. اگه حالتون خوب باشه کسی به زور نگرتون نمیداره. پدر من سلام. چه عجب این طرفا چی شده؟ من درست نمیدونم، وقتی رسیدم افتاده بود، ولی فکر کنم قفسه سینه‌شون درد میکنه چون منم این زیر زبونی بهشون دادم، دستشون همش میزنه. نگران نباشید. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ چی شده که اینقدر عاطفه رو نگران کردی؟ من خوبم. بهش میکنم زد زود بدی من زودتر مرخص کنم. من بیدی گرفته. ما که هنوز شما رو بستری نکردیم بخوایم مرخصتون کنیم. چرا اینقدر عجله؟ از ما بدتون میاد؟ بخوابونیدش رو تخت فشارخون لطفاً. آرون یکی جی. یواش مامان. باشه باشه باشه. سلام. سلام علیکم آقا. مامانی
همینجا وای میسی تکونم نمیدی باشه؟ باش باش باش. میگم چقدر اینجا همه چه عوض شده، قدیما این شکلی نبود مگه نه؟ آره قدیما اصلا این شکلی نبوده. حالا شما یه دقیقه با من بیا، میخوام شما رو به یکی از دوستان معرفی کنم. قد خوبه و مهربونه. باش بیا. خسته شدم، الان میرسیم. یه بوده همینجا وایستا منو برمیگرد. سلام خانم دکتر. سلام، آوردنش؟ همین چنده به پیش رفتن اورژانس. دکتر یزدانی بالا سرشونه. خیلی خوب، بفرمایی خانم. من الان خودم میرم بهش یه سر میزن. ببین شاکری جون، فقط مواظب مامانم باش، دمانس داره. نگران نباشین، شما بفرمایی خانم دکتر. حالتون خوبه خانم فرجان؟ سلامت باشی. حال شما چطوره؟ آقا خوبم. به سلامتی حاج میسازن از سفر مکه برگشتن؟ بله همین تازگی برگشتن، اتفاقا خیلی هم سلام رسوندن براتون. سلامت باشن. شما هم سلام بنده رو خدمتشون ابلاغ بفرمایید. البته که باید به فرجان بگم همین روزا بیایم دیدنشون برای عرض تبریک و عیادتشون. تو اینجا چی کار میکنی؟ بیا شاکری جون. ببخشید. شده من باید ببینمش. اجازه بدیم برم سر بزنم ببینم. البته میدونین که الان ساعت ملاقات سی‌سی‌یو تموم شده. تو این بیمارستان همیشه همه چی تموم شده با این دکتراش. آقای محترم، خانم دکتر فرجام سفارش کردن چون بیماری شما شرایطش خاصه، اگر بیدار بودن تو هر ساعتی اجازه ملاقات بگیرم، اما باید چند دقیقه منتظر بمونید. پس من میرم بیرون رو بند. شاکری تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود مواظب به مامانم باشی؟ نگران نباشی، سپردمش به سهرابی. رفته بودم بالا ببینم خانم مرزبان بیداره یا نه، نوش اومده بهش سر بزنم. از دست تو. خانم مرزبان چطوره؟ فعلا استیبله، اتفاقا بیدار بود، سراغ نوش رو میگره. خوبه. راستی خانم دکتر، دکتر رنجبر کارتون داشت، گفت باید این سر بریم بالا پیشش. باشه مواظب مامان باشی. مدی، من کلیدار رو ببرم بدم به هستی و برگردم. مرسی.
شما هنوز اینجایی؟ آقای مرسما، من CCU بودم. مادر بزرگتون منتظرتون. ولی اگه رفتم اون خانم بد اخلاق رام نداد چی؟ راتون بودم. باهاشون صحبت کردم، در جریانه. در جریان. آقای مرزبان، به به، علیک سلام، مادر بزرگتون دیدین؟ دارم میرم ببینمشون، اگه شما ممنون نکرده باشید. ببخشید، تو فرانسه همه اینجوری تشکر میکنن؟ پسری از خود راضی. شما چیزی گفتی؟ چیز مهمی نبود. نه، اینی که گفتین الان فحش بود؟ نه آقا، این واقعیت بود. تا خیلی مسئله مهمی نیست، بهتر شما به این مادر بزرگتون رو ببینید. اومدی، همش چشم راهت بودم. خوبی؟ فعلا که من باید از شما بپرسم. دیگه از خوب بودن من گذشته عزیز دلم. نه مادر بزرگ، نمیذارم اینجا بمونی، بهت قول میدم. فولا جان، مسئله من اینجا و سنجرمیه نیست، باید حرف بزنم. خب ما هم داریم همین کارو میکنیم. سر به سرم نذار پولاد جان، من باید یه چیزی رو بهت بگم. میتونم از شنیدنش، یعنی مطمئنم بهت بگم از دستم ناراحت میشی. اما من حالم خوب نیست پولاد، نمیخوام این تو دلم بمونه، با خودم ببرمش به خاک. کسی چیزی رو با خودش زیر خاک نمیبره. شما هم تا چند روز دیگه میای بیرون، وقت یه عالمه وقت داریم تا با هم حرف بزنیم. خواهش میکنم فقط گوش کن، شاید دیگه هیچ وقت جرأت گفتنشو پیدا نکنم. چی داری میگی؟ یه حرفایی هست که اگه یه عمرم تو دل آدم بمونه بالاخره باید گفته بشه. من بعد از رفتن جهانگیر میخواستم بهت بگم، اما خودم آمادگیشو نداشتم.
بعدم که اون اتفاق برای تو همسرت افتاد بکردم، حالا دیگه وقتش نیست. اما اما حالا باید بگم دیگه فرصتی باقی نبود. چی شد عصبانیش کردی؟ صد بار گفتم خواهش از وقت ملاقات کسی را ندین. من حرفی بهش نزدم. نه آروم باش. حرف نزدم. شما برو بیرون. خواهش برو دکتر رو پیش بکن بگو بیاد. باید یکی زود بیاد اینجا، فشارش داره میره بالا. نه وقتی نمونده بذاریم بهش بگم. خواهش میکنم. نه بهش بگم. خدا 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 خدا